سرخط خبرها و مهمترین ها. هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای افغانستان وارد کابل شد. سازمان پیمان امنیت جمعی: از جابجایی های اجباری قومی در افغانستان جلوگیری شود. خبر شوکه کننده بعد طرفداران دکتر عبدالله. پاکستان قرارداد 4.8 میلیارد دلاری اعمار نیروگاه هسته‌ای را با ژاپن امضا کرد. مشروع خبرها: فریدون سنلیوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای افغانستان دو ماه پس از انتصابش در این سمت وارد کابل شد. وزارت اقتصاد طالبان در بیانیه نوشت که آقای سنلیوغلو با دین محمد حنیف وزیر اقتصاد این گروه دیدار کرده است. این نخستین سفر هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای افغانستان به کابل است. وزارت اقتصاد طالبان نوشته است که دین محمد حنیف در دیدار با فریدون سنلیوغلو درباره تحکیم روابط جامعه جهانی با افغانستان و تمرکز روی برنامه‌های انکشافی جهت بهبود وضعیت اقتصادی گفتگو کرد. در این بیانیه ادعا شده که فریدون و هیئت همراهش از دستاوردهای عمده در بخش اقتصادی استقبال و همچنین بر تحکیم روابط بین طالبان و جامعه جهانی تاکید کرده است. طبق بیانیه این هیئت راه حل وضعیت اقتصادی جاری در افغانستان را در همکاری متقابل بین طالبان و سازمان ملل دانستند. همچنین دین محمد حنیف نیز گفته که راه حل وضعیت اقتصادی کنونی تفاهم و تعامل طالبان و سازمان ملل است. وزیر اقتصاد طالبان تاکید کرده که از وضعیت اقتصادی جاری در افغانستان نباید استفاده سیاسی شود. سازمان ملل در روز پنجم سهر سال جاری فریدون سنلیوغلو را به عنوان هماهنگ کننده سازمان برای افغانستان تعیین کرد. آقای سنلیوغلو در سال 2015 وزیر خارجه ترکیه بود و بعداً به عنوان نماینده کشور در سازمان ملل تعیین شد. سازمان پیمان امنیت جمعی: از جابجایی های اجباری قومی در افغانستان جلوگیری شود. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی خواهان جلوگیری از جابجایی اجباری قومی و مذهبی در افغانستان شدند. آنها روز سه شنبه در بیانیه مشترک تاکید کردند که خواهان احترام به حقوق اساسی هم اقوام افغانستان هستند. این بیانیه را وزیران خارجه روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان صادر کردند. پس از ریکار آمدن طالبان، گزارش های منتشر شد که آسی آکی از کوچ اجباری تاجیک ها، هزاره ها، ازبک ها و ترکمن ها در مناطق مختلف افغانستان است. اعدامه بازداشت مردان پنشیری: یک محافظ عبدالله بازداشت شد. ملک دین و غیاث دین در دولت پیشین افغانستان در واحد محافظت از رجال برجسته کار میکردند. طالبان ملک الدین محمدی، یک محافظ عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در دولت پیشین افغانستان را بازداشت و زندانی کردند. همزمان غیاث الدین محمدی، برادر ملک الدین، نیز از محل کارش در یک ساختمان در کابل بازداشت شدند. منابع مطلع به اندپندنت فارسی گفتند که ملک محمدی و غیاث الدین محمدی بازداشت شدند. این دو شخص بازداشت شده از ساکنان اصلی منطقه پیاوش در ولایت پنجشیرند و در دولت پیشین افغانستان در واحد نظامی محافظت از رجال برجسته کار میکردند. این واحد نظامی که به نام ریاست ده نیز مشهور بود، تأمین امنیت ملی مقامهای دولتی و رهبران سیاسی را بر عهده داشت. منابع آگاه گفتند که غیاث الدین محمدی پس از فروپاشی دولت پیشین افغانستان از فعالیت نظامی دست کشیده بود و در یک ساختمان به عنوان نگهبان کار میکرد، اما ملک الدین محمدی کارش را به عنوان محافظ عبدالله و با موافقت طالبان ادامه داد. پاکستان قرارداد 4.8 میلیارد دلاری اعمار نیروگاه هسته‌ای را با چین امضا کرد. پاکستان و چین روز سه شنبه قرارداد 4.8 میلیارد دلاری اعمار یک نیروگاه هسته‌ای را با چین امضا کرد. این دستگاه تولید برق که هفتمین نیروگاه تولید برق هسته‌ای ساخت چین در پاکستان از ظرفیت تولید 1200 مگاوات برق را داشته و در شهر چشمه در ایالت پنجاب آن کشور اعمار خواهد شد. پیش از این نیز چین 4 دستگاه دیگر برق هسته‌ای با ظرفیت مجموعی تولید 1230 مگاوات برق را در شهر چشمه پاکستان اعمار کرده بود. یادداشت تفاهم‌نامه پروژه روز سه شنبه میان شرکت ملی نیروی هسته‌ای چین و کمیسیون انرژی اتمی پاکستان در حضور شهباز شریف صدر اعظم پاکستان امضا شد. شریف گفت سرمایه گذاری چین در این پروژه که به 4.8 میلیارد دلار بالغ می شود پیام بلند و روشن را می رساند که پاکستان مکان است که شرکت ها و سرمایه گذاران چینی می توانند بر آن اعتماد و باور داشته باشند.
شریف از چین به خاطر 100 میلیون دلار تخفیف در این پروژه سپاسگزاری کرد. او گفت که طرح مقدماتی این پروژه چند سال پیش ریخته شده بود. با آن هم به گفته وی شرکای چینی با وصف تأخیر درازمدت در تطبیق این پروژه هزینه آن را بلند نبردند. صدر اعظم پاکستان در یک پیام تویتر گفته است که این پروژه بخشی از طرح امنیت انرژی در پاکستان است تا منابع انرژی آن کشور را متنوع کرده و نیز برق ارزان‌تر را به صنایع و مردم عام عرضه کند. حکومت پاکستان با مشکلات غیر منتظره و کم پیشینه اقتصادی در تقلا است که بحران بازپرداخت وام‌های آن کشور بخشی از آن است. چین چند سال پیش یک نیروگاه دیگر از سعی را در شهر کراچی پاکستان با ظرفیت تولید 1100 مگاوات برق اعمار کرد. چین روابط نزدیک اقتصادی و دفاعی با پاکستان داشته و در یک دهه گذشته در چارچوب پروژه دهلیز اقتصادی چین پاکستان بیش از 20 میلیارد دلار را صرف اعمار زیربناهای ترانزیتی و مواصلاتی نیروگاه تولید برق و مرادان پاکستان زده است. مقام‌های دو کشور گفتند که پروژه‌های چین در پاکستان افزون بر ایجاد ده‌ها هزار فرصت شغلی برای پاکستانی‌ها، بحران شدید و فلج کننده انرژی در پاکستان را خاتمه داده است. نخستین نیروگاه برق هسته‌ای در پاکستان در سال 1972 توسط کانادا اعمار شد که ظرفیت تولید 80 مگاوات برق را داشت، اما قرار است این نیروگاه که ظرفیت کامل عملیاتی آن به آخر رسیده است، به‌زودی از کار انداخته شود. سیلاب‌های ویرانگر سبب کاهش حاصلات ام در پاکستان شده است. دهقانان در ایالت سند پاکستان می‌گویند که تغییرات اقلیمی و سیلاب‌های ویرانگر سال گذشته که یک برسیمان کشور را زیر آب کرد، حاصلات باغ‌های ام آنان را به طور قابل ملاحظه کاهش داده است. محمد مثال جلبانی یکی از باغداران ام در سند می‌گوید که پس از باران‌های شدید سال گذشته باغ او برای چندین ماه زیر آب بود. جلبانی گفت این وضعیت باعث تجمع حشرات شد که گلهای میوه ام را نابود کرده است. تلاش کردیم آن را کنترل کنیم، اما فرد متخصص برای این کار نبود. در نتیجه محصولات ام ما متاثر شد. محمد شاهنواز معاون شورای دهقانان در ساحه آبادگر سن گفت که آب اضافی تنها دلیل این کاهش در محصولات نیست. او نیز هجوم حشرات را یکی از عوامل عمده می‌خواند که به محصولات ام آسیب وارد کرده است. آقای نواز به خاطر این آفات طبیعی در میزان حاصلات امسال در کشور همسایه 25-30% کاهش را پیش بینی میکند. اما خدا بخش کلوار مدیر بخش زراعت ولایت سند میگوید که تولیدات هم سال جاری احتمالاً 40-45% کمتر از سالهای قبل باشد. کلوار توضیح میدهد که تامین آب به طور عنعنوی در زمان شکوفه کردن درختان متوقف میشود تا اجازه بدهد شکوفه ها از طریق رطوبت تدریجی به میوه اجازه رشد دهد، اما سرازیر شدن سیلاب ها از این کار آن جلوگیری کرده است. تشکر که تا این دم با ما بودید. شب و روزتان خوش.